سلام به ویدیو دیگه، خوش اومدید. آقا تو این ویدیو قراره که یه ریاکت ناب بریم به یه چند تا پلیر خوب و بریم بتل اول رو از ویتور داشته باشیم، ببینیم به کی میفته. به 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 پشماماجی، به 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 بچه ها، هر دو پلیرهای خیلی خوبی هستن. مورتن که قطعا میشناسید، یکی از بهترین پلیرهای کلش رویال لیگه، توی کلش رویال لیگ 2022 نفر دوم شد بعد از محمد لایت، و همچنین ویتور که میگم خیلی پلیرهای خوبی هستن. دوتا پلیر ناب به همدیگه خوردن و این بتل از اون بتلهای خیلی جذاب و دیدنی قراره که بشه. و خب هر دو مثل اینکه ترکیباشون یکیه، تا اینجا که یکی بوده. آره الان گریویارد نه، اکسیر نداره برای این کار، ولی شاید گریویارد رو بزنه چون کارتاش خوبه ها. گریویارد رو زد ولی چیز شد دیگه، راست کالزش نداشت که حرکتی انجام بشه، کلن 500-600 تا بیشتر نتونست وارد بکنه دمیج. دوستان از نظر گیم پلی به نظر من در حال حاضر ویتور رتبه بالاتری نسبت به مورتن داره. من بارها و بارها هم گیم پلی ویتور رو دیدم هم گیم پلی مورتن تو این اواخر که بازی هر دوشون رو دنبال میکردم توی کلش رویال لیگ. واقعا ویتور توی یه لول دیگه داره بازی میکنه، با اینکه میتونم بگم که مورتن از اول کلش رویال بوده ولی ویتور اینطور نبوده، کنه دو سال اومده، ولی الان در حال حاضر گیم پلی که ویتور ارائه میده خیلی بهتر و غنی تره نسبت به مورتن. ببینیم مثلا چی میشه. فعلا که اکسیر مورتن پایین تر از چیزه ویتوره، و دوستانی دقیقه من اینو چیز کنم، اینو بزنیم. حل رفقا، من چیزو روشن کردم که دیگه پیام اینا نیاد. دوستان ترکیب هر دو یکیه تا اینجا که اینو فقط میدونم، ولی اینکه کدومشون ببره واقعا حدس خیلی سختیه، چرا که هر دو هم دارن ترکیبای کلون رو بازی میدن، یعنی هر دو ترکیب یکی هستش و حد زدن این موضوع که کدوم میخواد ببره این مچاپ رو واقعا سخته. چرا که وقتی من حتی بعضی وقتا مثلا بعضی از تاپ پلیرها با ترکیب من مثلا به صورت فان ویدیو میذارن یا بازی میکنن، مثلا من میگم اگه به این بخورم به این پلیر بخورم معلوم نیست چی بشه، چون ترکیب اون یکیه و گیم پلی دیگه زیاد اونجا مطرح نیست، مونده به شانس اون بازی. خب دوستان مورتن رو فعلا که تحت فشار قرار داده ویتور، و کارت راسکالز رو میبینیم که یه پویزن خیلی حرفه‌ای میزنه، و اینکه هنوز زنده است کارت چیز اسکلتون کینگ که اصلا به دردم نمیخوره. چه پویزن پشریزونی زد مورتناجی، پشمام ریخت. دیدی چیکار کرد با یه پویزن؟ کلی کارت، کلی اکسیر، کلی تلاش برای سمت چپ رو از بین میبره، ولی الان به نظرم بدون پویزن براش سخت دفاع کردن. آره دیگه 300 تایی دمیج خوردش. دوستان الان هم تاپ لدر هستش، اول سیزن، الان روز جمعه سیگاره ای که این بتل رو دارم براتون رکورد میکنم. راسکالز رو میزنه اینجا، ای لعنتی، من دوست دارم ویتور ببره، ولی تا اینجا فعلا مورتن دست بالا رو داشته تا فاصله 1 دقیقه و 16 ثانیه، ولی واقعا چیزی مشخص نمیکنه. ویتور هم پلیر فوق‌العاده‌ای هستش. اوکی پویزن رو میزنه، بازم اتفاق خاصی نمیفته مگر اینکه، نه میخواستم میگم که اگه یه ضربه فینیکسش میزد یه اتفاقایی میافتاد، ولی فعلا اتفاق هم نیافتاده. و تا اینجا که ویتور بهتر چیز مورتن بهتر بوده. ببینیم چی میشه. فینیکس از سمت راست، راسکالز، گریویارد از سمت چپ، و سه تا مینی گابلین داره میاد. بچه ها فکر کنم کارو تموم بکنه، خیلی دمیج وارد کرده، مگر اینکه بخواد یه اتفاق خاصی بیفته و مورتن ببازه این بتل رو. اوکی راسکالز سمت چپ حواست باشه، سمت چپ و حواسش باشه. اوکی پویزن، بچه ها فینیکس کانکت شد به تاور، پشمام بچه ها پشمام. گریویارد، وو چه اتفاقی افتاد، باورم نمیشه بچه ها، باورم نمیشه.
این بتل رو برد، من پشمام داره میریزه. بچه ها خیلی فوق العاده بازی کرد، نیتمون رفت ولی اشکال نداره، ولی بتل رو برد دیگه. 5 ثانیه بیشتر نمونده بود و چه بتل نابی رو بردش مورتن چیز ویتور. واقعا به خاطر همین میگم الان توی لول دیگه ای داره بازی میکنه نسبت به مورتن و خیلی گیم پلیش عالی بود. اگه من بودم نمیتونستم ببرم، قطعا روحیم تضعیف میشد و دیگه نمیتونستم ادامه بازی رو اونجوری که میخوام ادامه بدم. ولی ویتور دیدید چیکار کرد دیگه، تو دقایقی فکر میکنم یه دقیقه و 18 ثانیه بودش که همه چی به نفع مورتن بود، چه تاور، چه روحیه، چه همه چی، گیم پلی کلا دست مورتن بود. ولی خب دیدید که چه اتفاقی افتاد دیگه، دهن چیزو سرویس کرد، مورتن سرویس کرد ویتور، دمش گرم، خیلی خوب پلی میده. چیزی طول نمیکشه به نظر من، همین چند روز دیگه، چند وقت دیگه به نظر من ویتور میشه جزء سه پلیر برتر کلش رویال. به نظر من با این گیم پلی که من دارم از ویتور میبینم، یه سرچ بکنید توی چیز یوتیوب ببینید چقدر توی کلش رویال لیگ حرفه‌ای داره عمل میکنه ویتور. و ببینید داشته باشیم بتل دوممون سان، بتلی هستش که این 77 در مقابل یکی از بهترین پلیرهای اسپلش یارد قطعا در حال حاضر داره پلی میده، ولی ترکیب حریفش زده. فکر میکنم این بتل رو ببازه دوستان، مطمئن نیستم. آره باختش دیگه، ولی خوب بازی کرد. بچه رو ببینید چه بتلی براتون آوردم. دوتا از رفیقام چیزکیک و ویتور به هم دیگه خوردن و طبق معمول با هم دیگه مساوی نمی کنن. توی کلش رویال اصلا توی تاپ لدر مرسوم نیست که مثلا کسایی که هم دیگر رو میشناسن بخوان مساوی کنن، اصلا یه هم چیزی نیستش. و اینکه چیزکیک تا الان به نظر من از لحاظ گیم پلی بهتر بوده، چون ترکیب ویتور واقعا میتونه چیزکیک رو بزنه، یه خورده بیش از اندازه زده چیزکیک ترکیب ویتور، ولی از لحاظ گیم پلی تا اینجا چیزکیک بهتر عمل کرده. و کارت اسکلتون کینگ به همراه فینیکس رو داره برای دفاع کردن ویتور. و دوستان باید حق صحبت بکنیم دیگه، واقعا تا اینجای بازی چیزکیک بهتر عمل کرده، چون میگم ترکیب چیزم کم چیزی نیست دیگه، ترکیب این یارو ویتور یه خورده سخته دفاع کردنش. خب بریم دوستان ادامه بازی رو داشته باشیم. عجب ریاکتی شد، اگه توجه کرده باشید یه ریاکت خیلی خوب شدش امروز. پلیرا خوب، سطح خیلی بالا، اینجا هم که فکر کنم آره دیگه یه دو تا چیز بزنه اگه داشته باشه، البته اسپل زلزله بزنه تمام کارش اگه داشته باشه. نمیدونم کارت آخرش چیه، چون عروزو داره بازم نمیدونم، باید ببینیم چی میشه. عروزو میزنه، آیس اسپیریت پشبریزون، بچه رسید به تاور، تمام. ایول خوب بازی کردید، خوب بازی کردید. هر دو رو دوست داشتم فقط خوب بازی بکنن، مهم نبود که کدومشون ببره. خب بچه ها یه بتل ناب ببینیم. همین الان داشتم تو یوتیوب میگشتم، دیدم که یه سری مسابقات کلش رویال لیگ داره برگزار میشه که اتفاقا ویتور هم الان داره شرکت میکنه و به دامنیک خورده، همون دامنیک معروف لاوا پلیر گلوبال و میشونم بگم به جرأت بهترین لابا پلیر تاریخ کلش رویاله این چیز دامنیک. و ترکیب پلیری مثل ویتور اگه بخواد مثلا مثل همیشه بازی بکنه میتونه دامنیک رو بزنه. لاک جونم به این لاک، ای بدا جی، عاشق این ویتور هم دیگه، یعنی لعنتی یه جوری گیم پلیش پشمریزونه که من واقعا هیچ کس رو اینقدر قبول ندارم. فقط محمد لایت میتونم بگم بهتر از ویتوره، حتی این هفته دفتم به پای ویتور نمیرسه، حداقل توی کلش رویال لیگو دارم میگم، توی لدر که اصلا ایان ویتور رو میگاد اینجوری بهتون بگم. خب مایتی ماینر رو از سمت راست پلی میده، هوگ رایدر برای چیز ویتور به همراه کارت اسپل زلزله و همچنین ماسکیتر. حل آقا حل، خیلی خوب داره پلی میده، مثل همیشه داره غیرت میذاره تو بتلا. خب هوگرایدر به همراه اسپل زلزله،
فکر کنم این دفعه دیگه هوگ رایدر یه ضربه، نه آخرین ضربه ای که گومتاور به هوگ زد دیگه اون تیر خلاص بودش و نمیتونست دیگه کار دیگه انجام بده هوگ رایدر. و همچنین داره دیگه الان یه دقیقه پایانیه و دیگه هر کاری میتونه بعد انجام بده، نباید ریسک بکنه دیگه، نباید بذاره به دقایق پایانی برسه، چون دریل هم بالاخره یه دمیجایی وارد میکنه، اینجوری هم نیست که بگیم دست و پا شکسته و دست و پا بسته باشه. و دریل هم بالاخره کارت خیلی خوبیه، آیا ترکیبی که ویتور داره میتونه راحت بزنه. آره دیگه اینجا هم که مشخصا هوگ رایدر به تاور رسیده و دو ضربه پایانی رو میزنه. دوستان این بتل هم به سافتیری هستش همونطور که میدونید و میبینید، و نوعش اینه که هرکی به دو برد برسه بازی رو میبره. و ببینیم ترکیب دومشون چیه. توی اینجا هم بهتون فکر کنم یه بار توضیح داده بودم چجوریه، یعنی شما نمیتونی از یه کارت دوباره استفاده بکنی توی یه مچاپ، توی یه مچاپ به سافتیری شما نمیتونی مثلا از هوگ رایدر دوباره استفاده بکنی و این یه خود سطح و چیزو گیم پلیر میبره بالاتر دیگه. دیگه مونده به این که پلیرش کی باشه واقعا بتونیم مچاپ ها رو ببره. رویال جاینت کارت اول به همراه کارت فیشرمن برای ویتور که تونستش خیلی عالی دفاع بکنه حمله دامنیک رو. نمیدونم چرا لاوا پلی نمیده دیگه این دامنیک، واقعا با لاوا همه رو میگاد اینجوری بگم. من تو تاپ لیدر یه مدت فرندلیستش رو داشتم، البته قبل اینکه بخوام اسنایپش بکنم توی تاپ لیدر بودم تقریبا 6 هفت پیش اینو داشتم، اون موقع انقدر چیز نبودش، شناخته شده نبود، ولی واقعا جوری با لاوا پلی میداد که من پشمام میریخت، هر مچوپیو میتونست ببره با لاوا. و میگم یه جا اسنایپش کردم تو تاپ لیدر، فکر کنم دو روز مونده بود به سیزن و دیگه اون موقع منو از فرنداش پاک کرد. دوستان چه ترکیب آشنایی داره این دامینیک، ترکیبش اصلا تو گذشته یادم میاد خیلی این ترکیب انگار دیدم، چه توی لدر چه توی کلش رویال لیگ خیلی ترکیب آشنایی برام میاد. ترکیب ویتور که مشخصه خیلی زیاده توی تاپ لدر توی گلوبال همه جا هستش، ولی دامنیکو خیلی وقت بود همچین ترکیب کسی باش بازی نمیکرد، این ترکیبی که الان دارید مشاهده میکنید رو. و اوکی فیشرمنش میگیره رو تاور، یه ضربه میزنه فایربال، چونم به این فایربال فیشرمن ایول مانکون زد. چه پینگ خوبی داره ویتور، همین که 5 تا اکسیرش پورت شد سریع مانک انداخته شد، حالا اگه ما بودیم نت رب میرفتش. و اینکه ببینیم ابیلیتی وارد میکنه یا نه، نه اگه زودتر میزد اون کارتی که زدش الان اسنوبال به تاور خودش برمیگشتش دیگه، میدونید دیگه چطوریه کارت مانک. و رویال جان تا سمت رویال جاین تا سمت راست دو ضربه میزنه، حلالت باشه حاجی. فکر کنم ویتور بتونه این بتل رو هم ببره. فایربال جونم به این حرکت ها، این حرکت ها واقعا پروتیپ به حساب میان، خیلی عالی هن. و گفتم یه چند روز براتون لدر گذاشتم، یه روزم ریاکت برم خوبه. ای لعنتی برو دیگه، داشتم بهتون توضیح میدادم، حالا اینو بهتون توضیح بدم بعد میزنیم اینو. گفتم این چند روز براتون ویدیو لدر گذاشتم، یه دیروزم که چیز گذاشتم براتون معرفی ترکیب گذاشتم، گفتم امروز رو بریم براتون یه ریاکت ناب بریم. دیدم همه چی هم مهیاه، دیدم همه دارن پلی میدن، ایان بودش، ویتور بودش، حتی مورتن هم که دیدید، گفتم یه همچین ویدیویی براتون بگیرم که دیگه ویدیوی فردا بشه لیگ هفت، یعنی از لیگ هفت تا هشت رو بزنیم، بعد دیگه ویدیوی مثلا پس فردا میشه چی؟ ویدیوی هفته، بچه ها ویدیوی هفته، همون چیزی که دنبالش بودیم ما، ببینیم چه وین ریتی تمام میکنم، حالا به اونجا خیلی مونده تا برسیم، دو سه روز کار داریم قشنگ، قشنگ باید سیرابتون بکنم از پیکاپ آدم گریویارد، چون میدونم که عاشق یه همچین ترکیب هستید، شما عاشق ترکیب منید مطمئنن. و چه ابیلیتی فوق‌العاده‌ای زد واقعا، یه خورده بازی دیور شدیم. و اینکه بچه ها مشخص نمی کنه چی بشه، چون دامنیک هم داره خوب پلی میده الان، متاسفانه رویال جاینتش هم به تاور چیز نشده، کانکت نشده. سمت راست فایربال، ایوه خوب دفاع کرد آجی، خوب دفاع کرد.
داره میگاد دومینیکو. 1029 تا سمت چپ داره، 1382 تو هم که سمت 1382 تاریخ تولد منه. اوکی فینیکس رو میزنه، به نظرم فایربال رو بزنه اگه داری. ببینیم چی میشه. اوکی فینیکس رویال جاینت، اگه اتفاقی خاصی نیفته این بتل رو میبره قطعا. فایربال بچه ها چی شد؟ پشمام چه اشتباهی کرد؟ بچه ها چه اشتباهی کرد ویتور؟ بچه ها چی شد؟ فایربال داری یا نه؟ 308 وای 4-3-2-1 پشمام عجب بتلی بود، وای عجب بتلی بود، باورم نمیشه پشمام ریخت. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو. خب دوستان عجب بتلایی دیدیم دیگه، واقعا سطح بتلا فوق العاده بالا بود، عجیب غریب بالا بود، یه همچین سطحی من یادم نمیاد توی کلش رویال لیگ دیده باشم، یا یکی خیلی خوب پلی میده و میبره، یا واقعا یکی خیلی ضعیف و نمیتونه مثلا ادامه بده بازیاره، ولی اینجوری نیدی بودم که اینقدر به هم دیگه نزدیک باشن و اینقدر خوب بتونن همو به چالش بکشن. دوستان این بتل بتلش سرنوشت سازیه، چون اونجایی که خبر رو خوندم این بتل رو هر کی به بازه حذف میشه از ادامه کلش رویال لیگ برای ماه آپریل، ولی خب بازم مطمئن نیستم کی میبره. خدا کنه ویتور ببره چون پلیر دوست داشتنی هستش. دامنیک خورد شیشه خورده داره، ازش خوشم نمیاد. بچه‌ها همون ترکیبی که اول ویدیو بهتون گفتم میکاش این ترکیبو پلی میداد دامنیک، همون آورده، یعنی همون ترکیبی که حدوداً آره دیگه 3 ماه پیش بود که با این ترکیب چیز کرد، رنگ یکو زد، یک جهانو زد، همون ترکیب هم هستش. ایویزو میزنه، ترکیب ویتور به نظرم میتونه بزنه ترکیب دامینیکو، ولی مونده به این که میگم بهتون گفتم دیگه، من اون موقع که توی لایواش میومدم هر مچاپی رو میتونست ببره، اصلا میتونم بگم بهتون زد نداشتش، اینجوری بگم فکر کنم براتون جا بیفته. فعلا که بهتر تونست بازی کنه. اینجا هم که دریل رو میزنه دیگه، چیز خاصی هم برای دفاع کردن دریل نداره، تهش اروز بخواد بزنه دیگه که اونم نمیزنه، انتخاب خوبی بود به نظرم دیگه. بعد بره تو کار لاوا، اگه اینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه قطعا ویتور بازی رو پیروز میشه. و اینکه اوکی کانون کارت فریه، چقدر دمیج وارد میکنه، به 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 ایویز، منم بودم ایویز رو اینجوری میزدم، واقعا خوب تونست چیز بکنه ایویز رو پلی بده. اوکی تورنادو، شاید تورنادو بزنه، نه ذهنش خوندش ویتور. بچه ها کارت چیزو گلدن نایت رو برای همین موضوع انداخت. اوکی یه اسپل فایربال واقعا کم داره ترکیب ویتور، اگه فایربال هم داشت واقعا دیگه به یه دقیقه پایانی اصلا نمیرسید بازی، تمام میشد کار دامینیک. به 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 کنون کارت هم که کانکت شد. بچه ها این بتل رو به نظر من دیگه به احتمال 99% پیروز شده ویتور. حالا بازم ببینیم که ببینیم چی میشه. تورنادو ایویز دیگه، یه تورنادو ایویز، تورنادو حالا ایویز، چونم به این حرکت. بچه 8 ثانیه 7 ثانیه، نه پتانسیلش نداشت که بخواد بازی رو پیروز بشه. دوستان واقعا مچاپ های خیلی فوق العاده ای رو دیدید، یعنی واقعا میتونم بگم مچاپ دیدنی و شاهکاری بودش. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو دوستان. بچه ها یه بتل هم از لدر ببینیم از کالویتور که ویدیو رو تکمیل میکنه دیگه، میرید برای خودتون کیف میکنید با این ویدیو فوق العاده، مطمئنم ویدیو سطحش خیلی بالا بوده و شما هم مطمئنم که خوشتون اومده، اگرم خوشتون نیومده من از همین جا از همتون معذرت میخوام و سعی میکنم که بهتر بکنم ویدیو رو، ولی مطمئنم یک این ویدیو واقعا خوب بوده و ویدیوهایی که واقعا فارسی گذاشتم شاید بگم سطحشون از ویدیوهایی که انگلیسی میرفتم بالا و چند برابر ویو میگرفتم بهتر بوده، واقعا میگم سطح ویدیوهایی که برای شما گذاشتم خیلی بالاتر بوده، خدا رو شکر تونستم
روسفید باشم جدای خودم حداقل، اینو مطمئنم که ویدیوهایی که گذاشتم سطحشون خوب بوده و مناسب شما بوده. و ارزم به خدمتون که ببینید داشته باشیم بتل آخر رو دوستان، که به سی اچ ان لاوا خورده. بچه ها سی اچ ان لاوا فکر میکنم اسمش خیلی آشنا باشه، بذاری دقیقه یادم بیاد اسم پلیرش رو. یارو عربستانی بودش با یه همچین ترکیبایی هم پلی میداد، لعنتی اسمش یادم نمیاد. راکان بچه ها فکر کنم راکان باشه، ولی بازم مطمئن نیستم. بچه ها ویتور ترکیبش همین که چیز شدهش، یعنی بتل بردش مقابل دامینیک، دیگه رفتش یه بتل لدر زد تا دیگه بشوره ببره برای خودش. و اینکه ایول آجی ایول لاوا رو میزنه. بچه ها سایید لاوا رو، سیشن لاوا رو، به نظرم ویتور ترکوند. یه دونه کلا هوایی زن داره. بچه‌ها اینم جوابی برای اونایی که میگن ترکیبت فقط یه دونه هوایی زن داره و چطوری میخوای مثلا لاوا رو بزنی. دوستان اول اینکه توی بتل پیشم فکر میکنم باشه، فکر کنم 5 6 تا ویدیوی قبلیم بودش که به چند تا لاوا واس پشت سر هم خوردم و میتونی اونجا بری ببینید مثلا چجوری من میبرم با ترکیب اصلی مثلا ترکیب لاوا رو. و اینکه اینجا مثلا فقط یه ماسکتر اینجا هستش دیگه، مثل ترکیب خود من. مثلا ترکیب خود من فقط ایویز داره و ترکیب مثلا اینجا فقط یه ماسکیتر برای هوای زن داره و مثلا همین دیگه، همین میشه الان واقعا ترکونده. و اینکه بچه ها سایید چی کارش کرد، وای حالشو گرفت بچه ها، حالشو گرفت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. سعی میکنم که ویدیو هر روز از این که هست بهتر بشه. فعلا مخلصیم.